برنامه فانوس هنری، فرهنگی، ادبی و اجتماعی با افکار تازه از سوی جوانان افغان به همگان ناگفتنی ها گفته بشود. فانوس در خانه های شما روشنی می آورد، مهمان خانه های شما می شود. فانوس سمومدنن او ده سبا غاگ از شبکه جهانی پیام افغان. بینده عزیز برنامه فانوس، سلام به شما می رسانم. قسمی که شما می بینین ما به سفره ایدی صبحانه استاد عزیز، شخصیتی که هم شما با ایشان آشنایی دارین و از برنامه های فانوس هم با ایشان آشنایی زیادتر پیدا کردین، جناب محترم محمد همایون قیومی، رئیس سنوزای استیت یا دانشگاه سنوزای هستیم که زحمت کشیدم و ما دعوت کردیم ازشان، مگر اینا زحمت به خود گرفتن و ما را به سفره ایدی خود شریک ساختن تا بتانیم سوالاتی که شما عزیزان دارین در قسمت ازی که به خیر سفر پیش روی دارن و میهن دردمند ما افغانستان از اونا این سوالات داشته باشیم و جواب بگیریم که انشالله بعد از چای صبح با شما می باشیم. درسته سیستر؟ خوش آمدیم. ما هم به نوبه خود سلام عرض می دارم، عید هر یک شما مبارک باشه و امیدوار هستم که ماه مبارک رمضان به خوشی و صحتمندی و سعادت در بین همدیگر سپری کرده باشین و چی خوب یک سفره زیبایی داریم در این هفته که خواستیم او سوالاتی که هموطنای عزیز ما در شبکه اجتماعی فیسبوک مطرح کرده بودن خواستیم که او را انتقال بدیم، یک وسیله شویم به دکتر صاحب قیومی و ازشان او را بپرسیم. بعد از اینکه گفته همکار عزیزم که غذای مزه‌داری که بانو ناجا جان تهیه و ترتیب دادن ما با شما خواهیم بود. پارسا مار را مقام مرگو بلله راست گو مامتای هر دو عالم را بیگ دواخت در قمار زندگی جان با ختم جانا در قمار زندگی جان با ختم جانا گرچه مشکل بود آسان با ختم جانا گرچه مشکل دینا دل زدا دست دوم هم گچندا با ختم جانا گرچه مشکل بود آسان با ختم جانا گرچه مشکل بود آسان با ختم مارے زندگی جان بہت تم جانا موسیقی
بافت من گرم بودان جاب ساده برد بافت من به ساده برد بافت من جای سیم و زرد دو جان بافتم جانا گرچه مشکل بود آسان بافتم جانا گرچه مشکل بود آسان بافتم جانا در پیمانه زندگی جان بافتم جانا. خب دکتر صاحب، قبلا هم کارم این پیام دادن که شما به خیر نزیجه رفتنیستین، وظیفه را ترک میکنین. آیا معارف امریکا و شاگردا و این دور پیشتان محبت چقدر مس میکنین؟ گفتیم که چقدر پشتش دپ میشه. خب البته در این چند ساله که بیرون افغانستان کار کردیم، در خصوصا در این نو سال آخر که با سمت رئیس پانتون و پنج سال به کلسی دیس بی و در سفتر چهار سال ده سنت استید بودیم، یک دوره بسیار نیک و بسیار خوبی بوده و خاطره بسیار خوش دارم ازش. البته انسان در هر جایی که بوده و دوستایی که داره و کارهایی که کرده و همیشه به یادش می باشه. امید است این کارهایی که ما کردیم دیگه دوستایی که بعد از اون ایرا پیگیری کرده بتانم. اول آرزو عزیز که اگر در شرایط که بتانیم زیادتر به افغانستان کار کرده بتانیم. البته دوستایی که میتونن از سال 2002 تا حالا ما همه سالت چندین بار به افغانستان رخصت وقت رفتیم و رضاکارانه کارهایی کردیم. حالا میبینیم شرایط که وقت زیادتر در افغانستان تیر کنم، از اون حساب مشکل میشه که هم این کار خیلی را داشته باشم و هم به افغانستان سال چندین ماهی دروجه باشم. با اون صبح همو با اون شعر علامه پژواک خاتمه بیتی میگه با که به هزار خم نکند مست مای پرستان را، چنان که گوشه خاک وطن پرستان. بلاقی وطن هم از برای همه ما زیاد است و ما وطن به هم ما ضرورت هم دارم و حق هم دارم. دیگه حالا اگر در شرایط استم که میتونم زیادتر وقت به افغانستان تیر کنم از چه بیتر. یا خوب خوب امید قیاتا شما قبول میکنین و میرین سراغ وطن و وطن دارم عقب جانب استیم. خب به اینجا هم دوستای که داری بهریا وطن دارن ما هستن و دیگر دوستای دیگه که دارم البته اینا هم هستن و امید است که نه تنها بتانم با اینا ببینم و وقت زیادتر بتانم در افغانستان مسیر خدمت شده بتانم از چی بیدم. من فکر میکنم که دکتر صاحب بسیار محافظه کار هم هستن و قدمی که گذاشته حتما هوشیاران هست و این قدم شان ما نیک میخواییم و بهبودی کشور ما افغانستان چرا به نیت پاک میرن. انشالله که قدم تا نیک باشن. خب ناجیه جان چطور میشم؟ ناجیه جان خب بسیار زحمت تجربی دایتی میبینید که غذاره مست پاک کنن قدر واقعا زمان کشیم. ناجیه جان سپاسگزار هستیم به واقعیتش یک صبحانه شاعرانه جیرا ناجیه جان شاعر بسیار خوش سرا هستن و در کنار یک مرد موفق همیشه یک خانم موفق می باشه جای شک نیست. ولی باش استاد خیر ناجیه جان نمیشنه و چطور میکنی ناجیه جان دخ نمیشه ما دیگه کوشش میکنیم اگه استاد داشته باشیم. بازم البته خوبیست که موضوعات کامیونیکیشن اینا با شکل است که همیشه میتونه آدم در تماس باشه. تکنولوژی امروزی چیز بسیار ساده تر ساخته و البته رفتن به افغانستان وقت زیادتر در اونجا بودن با مشکلاتی که هست، مشکلات خود داره، چالش هایش هست، اما بازم اگر بانوی زود بتانه یک کار بتانه به ملت عزیز افغانستان بکنه بازم اون چیش خود داره. بله ارزش خود داره. خب به گفته دکتر صاحب گفتن که ما همیش نمی باشم در افغانستان میرم. بله خب بین دای عزیز بیاییم که استاد هم سال نگذاریم می سفری دیره نوش جان کنیم با اجازه این ایمانان عزیز خود.
برمیگردیم با شما. باز با شما میباشیم با سوالات خود شما. بیننده های عزیز برنامه فانوس و تلویزیون جهانی پیام افغان، آمدیم سر اصل مطلب و سوال های شما. بله دوستان عزیز، باز هم خوش آمدین به برنامه فانوس با دکتر صاحب محمد همایون قیومی هستیم. استاد عزیز، هدف شما چی است از این سفر؟ هدفم به افغانستان رفتن است که بتانم مسئله خدمت شما، خصوصا جناب رئیس دولت، از در موضوعات زیربنایی افغانستان که تو قسمت البته موضوعات شبکه برق منطقوی می باشه، شبکه انرژی منطقوی، موضوع الکترونیکی و پالیزی در موضوعات تحصیلات عالی می باشه. در این موضوعات من باید رول داشته باشم. رول داشتم. چقدر فکر می کنین که رول شما موفق خواهد بود در شرایط کنونی که ما در افغانستان میبینیم؟ خب اول که رول ما رول سیاسی نیست و رول اجرایی نیست، رول استشارتی یا مشاورتی است. و رول مشاورتی است که بتانم فرضاً کارهایی که میشه، البته هر پروژه بزرگ، هر کدام از پلان ها، یک تعداد زیاد وزرای محترم و دفترهای مختلف افغانستان در بر میگیره و پروگرامی است که ما چینا اینا رو با هم بتانم نزدیک بسازم و پلان و توامیت و موضوعات کاری کاردینیشن و بتانیم کارها رو با هم پیش ببریم. یک پلان باشه که در قسمت عملی ساختن از او ما بتانیم که قدم های مثبت بگیریم. خب قبل از اینکه شفی جان هم سوال دارم به می ارتباط، شما چی فکر میکنین اما پلان هایی که سنوزای استیت یا یونیورسیتی سنوزای داشتن، آیا در این قسمت هم شما انوزان فعالیت میداشته باشین که بین افغانستان و این دانشگاه جریان داره؟ خب البته یک تعداد پلان های و پروگرام هایی که سنوزای استیت داشت در قسمت موضوعات ژورنالیسم بود. بله. که در پانتون بلخ و پانتون هرات اینا کار کردن و فعلا مواد درسی و کاریکولم درسی که برای ژورنالیسم ساختن او رو به تمام افغانستان قبول شده. بله. البته پالویزی در برنامه های دیگه هم که امکان داشته باشه با سنوزه سید و به دیگه دانشگاه امریکای هم در صورت که امکان باشه او رو البته پیگیری خواهد کردیم. دکتر صاحب، تمرکز شما فکر میکنم که در لابلای گفتارتان که گفتین سر اقتصاد افغانستان است بیشتر، نه معارف. البته در که ارز کردم، چون رول ما در قسمت زیربناهای افغانستان، زیربناهای موضوع انفراستراکچر، البته در این موضوع یکی از زیربناهای مهم یک کشور قوی بشری، ساختن قوی بشری یک کشور است و در قسمت تحصیلات عالی البته با وزارت تحصیلات عالی و با محترم جلالتما با وزیر صاحب مومن باشان صحبت کردم و کار خواد کردم و هم مویسه و بابوری البته در قسمت تحصیلات عالی هم فعالیت های خواهد داشت. در خود ساحه که شما زندگی میکنین فعالیت های بسیار چشم دیده داشتین، دستاورده های خوب داشتین. بله. که شنیده شد و قدردانی شده از طریق کارهایتان که در خود دانشگاه هایی که در کل استیت به انجام رساندین. بله. و بعد از او آمدین، این خلاقیتتان دیده شد که در سنوزه استیت به کار گماشته شوین. آیا شما کسایی که واکنش نشان دادن در صفحات اجتماعی فیسبوک و این به این دلیل نبوده که خدا نخواسته به شما اهانت کنن یا توهین کنن یا ای که گویا شما به یک دولت که نامش کرپشن ماندن یک جا می شوید و در این نیست شما تاپه می خورین به حساب که شما هم اهل از او دولت هستین، شما به این کسایی که دوستتان داره در بیر یا همچین چیزها را فکر میکنن، تصور میکنن، از طریق برنامه ما یک چیز توضیحات بدین به خاطر از اینکه اونا لاین حل مانده سوالاتشان. خب اولی سوالی که دوستان مطرح کردن از انتهای حسن نیتشان است و ما از اینا تشکر میکنم از لطفی که داشتن.
یک صحبت پدرم با من همیشه می داشت، چون دوستایی که پدرم می شناخت که نجار بود و از نگاه مالی واسه بسیار متوسط داشتیم. وقتی که فوت می کرد یکی از صحبتاش بود که می گفت و همه ما گفت که از شما دیگه کدام چیزی از من میراث نمیگیرین، یگانه چیزی که میگیرین نام نیک است. امید است نام شما نگاه کرده بدانیم. کوشش کردیم با لطف خداوند با کمک همه دوستا امین نام نگاه کنیم. و در رفتنمون فعلا به افغانستان موضوعی است که طور که عرض کردم، چون در رول من در قسمت استشارتی و مشاورتی است نه رول اجرایی. یک نظری که داشتیم و نسی کدام رول سیاسی نیست، موضوعات انجینری و موضوعات که تکنیکی که بتانم به افغانستان مسئله خدمت شما. دومی که وقتی که به افغانستان میرم تمام ما با جناب رئیس دولت عرض کردیم تمام دارایی و زندگی که در در 40 سال که کار کردیم همه اینا را به رسمی اعلام میکنم که هر کس بفهمه و هر کس در هر وقت سوال کرده بدانه که اگر ما وقتی روز که افغانستان داخل رفتیم چی یک سرمایه متوسطی که داشتیم و تا هر وقتی که ببریم اینا باید با هم بتانه جواب داده بتانم. دومی که در افغانستان ما در هیچ پروژه، در هیچ کمپانی و در هیچ بنیاد از هیچ کدام کمپانی و چیزی ما خودم سرمایه گذاری نمی کنم و هیچ کدام رول سرمایه داری نمی داشته باشم. که از اون نگاهی که هر نظری که میتونم و تنها نظرم به این باشه که چی نبا افغانستان خواهم میتونم. و سومی که طور که عرض کردم چون رول من رول اجرایی نمی باشه، رول مشاورتی است، رول عزیز که با خود وزرای محترم با کابینه دولت افغانستان و دولت وحدت ملی ما کمک کرده بتانم و پروژه ها را بتانم با اونا مشاورت بتانم که چی رقم دمی تجربه ای که در 40 سال گذشته اندوختیم مصدر خدمت به افغانستان شد. دیگه امید است که می را نگاه کرده بتانم و اینمی البته آرزوی ما همی بودن. خب استاد شما چقدر آشنایی با دولت فعلی دارین؟ یعنی چقدر آگاهی دارین؟ قسمه که شفی جان پرسیدن امی مردم ما شما را دوست دارن و نمیخواین که خدا نخواسته امی جواب را که شما دادین که امی سیاهی خدا نخواسته به دامن شما دکی بخوره. آیا شما آگاهی دارین از مثلا رشوت، از ناکارگی هایی که در یکان قسمت در دولت شده و چقدر آشنایی به دولت فعلی دارین؟ یعنی چقدر شما حاکمیت دارین که برین بایی؟ امی خود مراحل امروز از دیدگاه خودتان که آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است چی میبینین شما؟ اعتراف میدانیم که خب اولی که ما نوید آینده افغانستان مثبت میبینم با وجود چالش ها و مشکلات بسیار عظیمی که افغانستان داره، چرا که خداوند همیشه ما را امیدوار داشته باشه و ایشوخ امید ما را کم نسازه. با وجود مشکلاتی که هست از دوستای عزیز و بینندگان عزیز آرزو را دارم که پلان ها و برنامه هایی که جناب رئیس دولت و دولت و خصوصا در این پلان های صد روزه که کابینه جدید با تمام رسانه های مطبوعاتی هم صحبت کردن و پارلمان هم صحبت کردن، این را پیگیری کنن و ببینن تا چه اندازه اینا عملی میشن همیشه و بعد از او پلان هایی که دیگه دولت میباشه. درست است توقعات بسیار زیاده که ما در 13 سال گذشته داشتیم، امیدهای بسیار زیاده داشتیم، البته بسیار زیاد از او برآورده نشد و بازم امی ضرورت داریم که اگر کار نکنیم متوجه و معتل به این وقت باشیم که وقت همه شرایط بهتر شوه او وقت شرایط بهتر نمیشه، ضرورت نیست. لیکن دیرنی در این وقتی که چالش های افغانستان زیادتر است، افغانستان به جوان های افغان، افغانستان به افغان هایی که او شرایط را دارن که میتونن برن به افغانستان یک مسیر خدمت شوان ضرورت داره. چون فعلا فضل خداوند ما در شرایط خود، در شرایط اقتصادی میبینم، در شرایط علمی کاری میبینم که همین فرصت برای من هست که بتونم برم در افغانستان برم، از خاطر فعلا در افغانستان میرم. خب شما خبر دارین که اقتصاد افغانستان فعلا
رو به آیست آیست رو به زوال است. اما مردم افغانستان بعد از انتخابات که آقای دکتر اشرف غنی آمدن امیدهای داشتن که گویا بعد از ترک کردن آقای کرزی زندگی شکل دیگه میشه، به خود میگیره، رنگ میگیره، رونق میگیره، شاید که بیشتر آرامی بیاید، شاید که بیشتر اقتصاد بالا بره. ولی از طریق شبکه های اجتماعی ما میشنویم که کار کمتر است و بیشتر از مؤسسات آمریکایی و NGO ها در اونجا مسدود شدن و بر جوان ها چانس کار کمتر فعلا داده میشه، و مخصوصا که جوانانی که تحصیل کردن در دستشان دیگری ها است و اینا را هم پس کار میگردن، ولی متاسفانه نمیتونن کار دریافت کنن و این یک ساید موضوع است. موضوع دیگه ای که جوانای ما ترک با وطن میکنن در این اواخر و به خاطر از اینکه کار نیست، از طریق کشورهای بسیار همسایه که بسیار مشکلات افغانستان از رای دریاها و صخره‌ها و سنگکوه‌ها و پایه‌ها میرن و افغانستان ترک میکنن و به اروپا پناه میبرن. این تا چی وقتی جریان داره به نظر شما، شما که نزدیک هستین به دولت افغانستان؟ خب اولی که در اقتصاد که افغانستان در این 13 سال گذشته داشته، اقتصادی بود که پایه های سر کمک های خارجی استوار بود، نه یک اقتصاد آزاد، نه یک اقتصاد که راجع به موضوعات اساسی خود ثروت مردم یا کار فعالیت هایی که دولت افغانستان کرده بود به او استوار بوده. البته فعلا چون کمک های خارجی کم شده، روی به اندازه زیاد کم شده، این مشکل به وی چالش افغان همه دارن. تعداد کارهایی که در افغانستان زیادتر جوانایی که در 13 سال آخر کار میکردن، و تعداد زیادشان کارهایی بود که با NGO ها یا پروژه های خارجی که با تناب از کمک های خارجی استفاده میکردن، بوده این پروژه هایی نبوده که خودش بدون کمک خارجی میتونست با پای خود استاده شد. از اموز که بسیاری پروژه ها با پان میرسه و دیگه رول NGO هایی بوده. رول NGO ها وقتی که یک دولت قدرت کاری رو نداره و ظرفیت رو نداره، اینا کار را شروع میکنن. اما باید موجودیت NGO ها در یک کشور یک موجودیت موقت باشه، نه یک موجودیتی که همیشگی باشه. از اون خاطر اگر هر قدر بیتونه که اقتصاد افغانستان از اقتصاد کمک خارجی به اقتصاد مارکت و بازار میره، البته یک دوره را خواد گرفت، یک چالش را خواد گرفت، او میتونه باز یک اقتصاد باشه که با پایدارتر باشه. چرا افغانستان شرایطی که داره در شرایط اقتصادی میتونه در اگر باز زیربناها پیش برم شرایط بسیار خوب است. مثلا افغانستان نه تنها یکی از موضوعاتی که خیلی خواد دیدیم موضوعات برق است، فتن افغانستان نه تنها میتونه که موضوع فعلا اضافه در از 76% برق افغانستان از خارج وارد میشه، اما افغانستان نه تنها میتونه که خود به مدت کوتاهی بتونه با خود کفایی برسه، اما میتونه به یک تعداد زیاد کمک برق پاکستان هم بتونه که حل کنه. فعلا ما میبینیم افغانستان تمام پایه های توربین های برقی که داریم در سراسر افغانستان در حدود 450 مگاوات است، اما در قسمت آبی افغانستان پتانسیالی که داره در اضافه تر از 23 هزار مگاوات است، و از نگاه بادی افغانستان اضافه تر از 55 هزار مگاوات ظرفیت پتانسیالش داره، و از نگاه برق آفتابی اضافه تر از 220 هزار فعلا پاکستان اضافه تر از 40 هزار مگاوات کمی برق داره، و دوزایی که فعلا خود پاکستان میبینیم در این تابستان یک تعداد زیاد مردم بشری پاکستان از گرمی زیاد از خصوصا پیرها و اینا فوت کردن. پروژه دیگه هم یکی از پروژه‌ای که کاسای یکسار که شروع میشه از تاجیکستان و قرقستان و از طریق افغانستان به پاکستان وصل میکنه، نه تنها پاکستان یک اندازه برق میره، اما به افغانستان هم فرضاً برق یک اندازه برق از او میره، و پالوش به طرق پولی یا
امتیاز که افغانستان میگیرن فرضاً چند صد میلیون دلار در سال میباشه. مثلا یک موضوع بسیار سادهش بود. همین رقم موضوع انرژی، غاز میتونیم بمراش صحبت کنیم، موضوعات خود نفت و گازی که خود افغانستان داره، موضوعات زراعت افغانستان، موضوعات معادن دیگه افغانستان، موضوعات انفورمیشن تکنولوژی و اینترنت هم باید صحبت کنیم که در افغانستان شرایط بسیار نیکی داره که میتونه به تمام ممالک اروپایش یک سهولت زیاد بتانه بیاره و پالیش به خود افغانستان هم اقتصاد افغانستان بتانه کمک کنه. خب شما پس پلان های در این قسمت قبلا در نظر گرفتین در قسمت اقتصاد کشور؟ و این پلان هاییست که جناب رئیس دولت در کمپین خود ذکر کرده و در این چند سال هایی که راج در این اضافه تر از 14 که سر افغانستان کار کرده و خصوصا در این دهه آخر که پلان های خود گفته و در چوکات از این پلان ها امید است که پروژه هایی که کابینه تصویب میکنم به تانه این رفت پیش و من امیدوار استم که دولت از تجارب شما و از نظریات شما واقعا استفاده کنن، مخصوصا در قسمت اقتصاد افغانستان، چنانچه ما شاهد هستیم که در برنامه قبلی که با شما مصاحبه داشتیم و من بسیار آموختم از کارهای جناب ایشان که در قسمت دانشگاه کلستید ایست بی که واقعا در یک چالش فایننشلی اقتصادی دچار بودن، ولی با آمدن شما و با مو نظریات شما و کارهای شما امروز باز این دانشگاه که در هیوارد ایالات متحده امریکا شهر هیوارد قرار داره بسیار خوب می درخشن که یک مثال بسیار خوب است و میره به خاطر ذکر می کنم که اگر صدای ما را مسئولین دولت یا مردم مشنون، امیدوار هستم که از آقای قیومی حمایت کنن و نظریاتشان واقعا استفاده کنن، چنانچه ما شاهد کارهایشان هستیم که معارف یا اقتصاد ایالات متحده امریکا را اینا در بخشای مختلف استوار کردن. خب سوال دیگه که من البته قسمی که شفی جان رفتن و مردم یا دوستای ما یا علاقمندان شما و بیننده های برنامه فانوس سوال کردن که چرا به حساب آل تصمیم گرفتین که برین مصدر خدمت شوین، که آیا فعالیت هایی داشتین قبلا به افغانستان نداشتین، چیگونه بود؟ خب تشکر اول که سوال به ادامه صحبت شما راجع به کلسیتی سپی در وقتی که من به سنوز استیت 4 سال پیش آمدم پوانتون اضافه تر از 12 میلیون دلار کسر بودجه داشت و بالایش 22 میلیون دلار دیگه هم بودجه دولت کم ساخت. فعلا با وجودی که وقت به وقت یعنی اضافه تر از 32 میلیون دلار کسر بودجه شروع کردم، امروز پوانتون نه تنها هیچ کدام کسر بودجه نداره، حتی اضافه پولی هم با اندوخته و زیادترین وقت ساختمانی که فعلا در سنوزه استیت است در یکی از پانتون‌های ایالتی امریکا هم کالیفرنیا هم وجود اضافه دارد. ما 400 میلیون دلار پروژه ها را به کار انداختیم و از نگاه زیربنا در این 4 سال به اندازه کاری که در این 4 سال شده از نگاه تکنولوژی در 2 دهه قبل از اون هم در سنوزه استیت نشده. خب میتونین استاد یک مثال بتین که مثلا چی کدام نظرتان بوده کمی موضوعات رشد کرده؟ خب برای نظر به این بوده که فدن در چی کارها میشه صرفه جویی کرد، چی چیزا میتونیم ما به طریقهای دیگه میتونیم پروژه خود تمویل کنیم و اینمی راه های مختلف بوده که تانستیم از صرفه جویی ها و از استعمال تکنولوژی های جدید وزه دانشگاه را بهتر بدهیم. فردن فعلا انترنت و وای فای سیستمی که سنوز استیت داره یا به او سرعت و به او چی حتی استنفورد و برکلی هم به پای زو نیست. این یک دستاورد خوبه بوده. و باز میایم به سوال شما. سوال شما داری البته من در 13 سال گذشتم دوستایی که با ما آشنایی دارم ما به افغانستان همیشه سفر کردیم و تا جایی که تانستیم در قسمت های مختلف در قسمت تحصیلات عالی در قسمت
موضوعات بانکداری چون نوز شورای عالی افغانستان بانک بودیم در سالهای اول البته تا سال 2004 و 2006 ببخشین و هم در قسمت اتوماسیون خود پیرول دولت افغانستان در قسمت شبکه ماستر پلان برق افغانستان چقدر موثر واقع شده کارتون در اونجا باز کارو موثر واقع شد. فاز اول موضوع اتوماسیون پیمنت تادیات در افغانستان که شروع شد در ایشو سابق نبود در اولین بار بود وقتی که شورای عالی افغانستان بانک شروع کرد قوانین بانک سوپرویژن بانکداری و همین پولی که انتی منی لاندرینگ و این اساسات ازو که در افغانستان نبود در همون وقت شروع شد. موضوع ماستر پلان برق را که باش کار کردیم حتی باز پلان ها اونایی که در روی بود اگر اونا از امو پلان ها حتی اگر نیمی از اون تال تطبیق می شد افغانستان اضافه تر از و 70-80 درصد خود که پایین می رسید. اما مشکل و تأسف ایجاست که در این 13 سال گذشته ما حتی یک بند برق یا بند حتی آبیاری ما خلاص شدنش ندیدیم. یک کیلووات برق آبی در افغانستان زیاد نشد. تمام جنریترهای دیزل آمد و ایواز از که افغانستان به پیش بره به عقب رفته اینه. خب شما چطور میتونین که تغییر بیارین در افغانستان که خود کفا شوا و جوانای ما با کار بگمایند یعنی بتانند که در کشورشان زیست کنن و معاش داشته باشند که فامیل خود پیش ببرند؟ امی وقتی که زیربنای یک کشور حالتش بهتر میشه شرایط کار به مردم بهتر میتونن فزن به طور مثال یک مثال شما را خدمت شما عرض می کنم چون در می البته در می یک سال گذشته ما سه بار به کابل رفتیم یک سفری که به ماه دسامبر داشتم که جناب رئیس دولت هم به هرات بود موضوعات برق هرات را دیدیم. یک مشکلی که در هرات است چون از نگاه کمیت برق قسمت صنعتی هرات کار نمیتونستن بکنن. یک کاری که دوباره شروع کردیم با که می ما با تمام شوا یک لاین دیگه که از ایران به اونجا میه که میتونه تمام برق منطقه صنعتی هرات خودکفا بشه وقتی که کفایت به کافی برق داشته باشن. وقتی که کمپانی ها بتونن که فعالیت کنن اونا مندار میتونن که تعداد زیاد افغان ها را به کار بندازن به کار انداختن. البته موسک خودش کارها زیاد میسازه و اقتصاد پیش میبره. قسمت دومش مثلا در این هرات در قسمت چش شریف ما سنگ مرمر که داریم با تنها یگانه جای دنیا که بعد از که با کیفیت سنگ مرمر ایتالیا میرسه در افغانستان است. فعلا امروز زنگای زو به شکل قاشق و به شکل‌های بسیار ابتدایی به خارج صادر میشه. اگر همون هم وقتی یک فابریکی باشه که بتانن برش کنن و به شکل بسیار مدرنش صادر کنن نه تنها صدها هزارها کار و افغان ها میتونه داشته باشه پایش میتونه که به اقتصاد افغانستان کمک زیاده کنه. البته باز موضوع میشه که موضوعات زیربناست که هم سرک و شهرها و خط ریل داشته باشیم موضوع از نگاه انرژی به اندازه کافی باشه که کارها شروع شد بتانه. قسمت سیام میگین در قسمت بندرهای خشکه خدمت شما عرض کنم واسه فعلا مال تجاری که از افغان تجارهای عزیز ما واسه از طریق کراچی میارن شرایط فعلی که از اونا مالشان در از کراچی تا کابل تقریبا 6 تا 8 ماه میگیره با اونا از نگاه بانکی و اینا یک آن برشان خساره زیاد است. اگر ما بتانیم بندر خشکه را برای بندازیم که در قسمت ننگرهار اینا ما یک بندر خشکی داشته باشیم میتونه از 6 تا 8 ماه ما با 4 روز برسانیم. اینی چیزایی که میتونه پتانسیال شما را میبینیم در قسمت فرزند در انفارمیشن تکنولوژی و قسمت
اینترنت خدمت شما عرض کنم. از نگاه جغرافی افغانستان در جایی است که هم میتونه فایبر آپ لاین ترانسایبریا و فایبر لاینی که از آسیا اروپا است و هم ایست ایژن میتونه هب یا منطقه تماس یا و از این سه پایپلاین اینترنتی باشه. اگر ما بتونیم همین رو به کار بندازیم، عاید سالانه از این طرف افغانستان که ترافیک اینترنت که از افغانستان میگذره میتونه در حدود بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار تنان عاید به افغانستان همین باشه. و سوال در آخرش مثلا یک موضوع دیگر میخوایم، اگر این موضوع خط ریل که اگر افغانستان با چین بتونه وصل کنه و ما چین با بتونیم با ایران وصل کنیم، فعلا مال تجاری چین که به اروپا میره از طریق کشتی در حدود 6 تا 8 ماه میگیره، این ما میتونیم به 8 روز تبدیل کنیم. دیگری میبینید که پتانسیال افغانستان از نگاه های مختلف زیادت، البته در قسمت زراعت صحبت نکردیم، باید در سوال آینده حد خواهده دیم. سال هیچ کس توجه نکرده بودن به این موضوع که واقعا به خود اقتصاد افغانستان بسیار زیاد یک تحول بزرگ میاره، ولی متاسفانه کس توجه در 13 سال گذشته نکرده بودن. اگر دوستایی که اگر تمام راپور ها و و سخنرانی های جلالت ما به رئیس دولت در گذشته شنیده باشن این موضوع را یاد کرده. نخنی من در دوران گذشته بله. خب ما یعنی تشویش ما و شاید بیننده هم با ما هم نوا باشن که نظر خوب است. خب کل خوش میشه که افغانستان رشد کنه و مخصوصا این پلان هایی که شما دارین در قسمت زیربنای افغانستان که واقعا یک کشور است که انوز آمدنهایش همه تر سربسته مانده که در این انوز صحبت نکنیم زیادتر، یعنی هر قدر صحبت کنیم کم است. نقش همسایگان افغانستان چطور میبینین؟ فکر نکنم که ایران و پاکستان واقعا از این خبر خوش شوند که افغانستان به پای خود باشه و اقتصادش خوب شوه. یعنی شما چی فکر میکنین؟ نقش اونا چی خواهد بود و چی گونه دولت میتونه که در این قسمت یعنی رول را بازی کنه کنه راحت باشن؟ خب کشورهای همسایه ما وقتی که پلانهایی را ببینن، کارهایی را ببینن، پروژهایی را ببینن که به نفع از اونا هم تمام میشه، مثلا همین موضوع یک دو پروژه را خدمت شما میگم، یکی موضوع پروژه کاسه گزار که برق تاجیکستان و قرغستان و از طریق افغانستان و پاکستان واسه میکنه. اگر که در افغانستان سل و سلم باشه او پیشرفت از او و نفع از او به پاکستان زیادتر میشه. بر ایران مثلا همین پروژه که ایرانی ها میخوان که بندر چهاربهار از طریق به کمک هندوستانی ها آباد کنن، چهاربهار میتونه یک رای بسیار مثبت به افغانستان باشه که از طریق مال تجاری افغانستان و مال تجاری افغانستان از طریق ایران به افغانستان بیاد. هر قدر که در افغانستان آرامی باشه پول و ترخ پولی و پولی که ایران میگیره او زیادتر است. طوری که قبلا عرض کردم در قسمت اینترنت ایران بسیار علاقه زیاد داره که از طریق شبکه اینترنتیش با کشورهای آسیای میانه از طریق و تا با چین از طریق افغانستان باشه. اگر در افغانستان صلح و سلام باشه او بسیار آسانتر میتونه پیش بره، وقتی که صلح نباشه البته اونا هم از استفاده نمیکنن. به این حساب وقتی که ما اگر موضوع صلح و موضوع پروژه را در قسمت منطقوی ببینیم، نه تنها به یک کشور منوط به یک کشور ببینیم، در اون صورت میبینیم که آرامی منطقه میتونه آرامی افغانستان باشه و آرامی افغانستان آرامی منطقه باشه. خب امیدوار هستم که در این قسمت واقعا همی همسایگان افغانستان و خصوص ایران و پاکستان ایره احساس کنن و درک کنن و بگذارن که افغانستان هم آباد شه و اونا هم منفعت بگیرن. آیا شما موقف کمک خارجی ها را، دولت های خارجی را، یعنی یک ضرورت میبینین در این قسمت، در قسمت رشد زیربنای افغانستان؟ البته در قسمت های مختلف زیربنا کمک های خارجی ما بسیار این ضرورت زیاد داریم. اما به این شکل که کمک ها به این شکل باشه که
کدام پروژه‌ای که در اقتصاد آزاد میتونه با ما کمک باشه، نه تنها یک پروژه باشه که یک اندازه زیاد از حیف مال شوه و باشه اشکال مختلف زایه شوه. اگر پروژه با شکل نه تنها ای باشه که تنها یک کمک میشه، اما او پروژه آیا در اقتصاد افغانستان چی نقش بازی خواهد کرد، در کاریابی برای مردم چی کمک خواهد کرد و هم در آمدن صلح و سلام در افغانستان چی نقش بازی میکنه. اگر این موضوعات باشه، امید است که تا زیاد از این پروژه نه تنها کمک های بلایوز باشه، میتونه که قرضه های طویل المدت باشه از طریق بانک جهانی و غیره، چون با طریق بانک جهانی و پروژه که باشه یا از بانک آسیایی، چون اونا متوجه از این می باشن که باید پول بس با اونا تادیه شوه. البته تنها پروژه را علاقه می گیرن که رول سیاسی، تنها رول سیاسی نداره، نقش اقتصادی از بسیار مهم است. از اون نگاه می تانم به اون شکل افغانستان شرایط اقتصادی ما بسیار تغییر مثبت و فایش داشته باشه. بسیار خوب. یک موضوعی که فکر می کنم ما همه شاهد استیم که کمکایی که به افغانستان شده، یعنی کمکای نقدی و پولی، به یک شکل گم شده. یعنی پول که رفته به افغانستان تقریبا 48 یا زیادتر ممالک است که به افغانستان داری میاد کمک کردن، پول زیاد رفته، ولی پول به کار یا به کار صاحب کار درست دادن همیشه، یا گفتی امریکایی for some reason این پول از یک جایش کاسته میشه و تایی که پول به آدم یا اصل و کار میرسه این کاسته میشه. نظر شما در این قسمت چی است؟ مخصوصا که شما یک پلان بسیار خوب دارین زیر بنای افغانستان، که فکر میکنم که امی خارجی ها هم که افغانستان دوست دارن و می خاطر زیر بنایش یک مملکت بسیار غنی است و من فکر میکنم که کمک های اینا بسیار مهم است که وقتی که میرسه باید به می مصرف شد. نظر شما در این قسمت چی است؟ های آگاهی دارین؟ خب اولی دوستا باید ببینن که در این 13 سال آخر کمک های زیادی که به افغانستان شده، تعداد زیاد پولی که در افغانستان مصرف شده، پولی که بوده در موضوعات نظامی بوده، چون پول خود از طریق حساب از طریق ناتو یا نظامی خود دیفنس امریکا اونا مصرف کردن در افغانستان. پول فیصدی پولی که در قسمت بهتر ساختن وضع اقتصاد افغانستان یا زیربناهای افغانستان بوده، از نگاه فیصدی تا به 10 تا 15 درصد هم نمیرسه. زیادتر پروژه‌های نظامی و اینا بوده. دوم و دیگه ای که پولایی که در افغانستان بوده اضافه تر از 80 درصد مصرف زیره و تن منیجمنت از دست خود دولت‌های خارجی بوده، نه خود دولت افغانستان. در این نگاه در آمدن موضوع فساد اداری، دولت‌های خارجی هم در این نگاه قصور دارند. بله. از این به این ارزمه به این معنی نیست به بندگان عزیز که ما دولت افغانستان را باید تبرئه کنیم. بحره. دولت افغانستان اگر اینا یک پلان‌های درست می‌داشتن و هم خود مسئول احساس می‌کردن به پولی که در افغانستان آمد و هر پروژه‌ای که در افغانستان می بود، شاخص‌های کار باید معلوم می بود و مسئولین در این قسمت ها به شکل درست معلوم می بود، البته پروژه ها زیادتر پیش می رفت. امید است که از تجارب، یک تعداد تجارب تلخی که در این 13 سال گذشته داشتیم، از اون ما زیادتر آموخته باشیم که در آینده به اون شکل فراوان، به اون شکل هنگفته که در افغانستان در این 13 سال پول آمد در آینده نخواد بود. هر پولی که حتی با پروژه شروع میکنیم یا از ثروت از عواید خود افغانستان است یا از پولی است که افغانستان از او قرضه میگیره که او را باید داخل تادیه کنه، دیگه او صاحب در مصرف از او در تطبیق پروژه فساد اداری جایی داشته نمیتونه باشه. امید است و به این معنی نیست که بدبختانه فساد اداری نیست در افغانستان، این واقع ده همه بسیار تأثیر آور گفته میتونیم که همه میتونیم که موجود است، اما همین ضرورت داریم که با چی شکل
شکل تغییر بخوره و هر کس خود مسئول تا اگر خود افغان ها خود افغان های عزیز ما می مسئولیت احساس نکنه ما چرا از یک بیگانه و خارجی توقع نداشته خب فکر میکنم که یک موضوع دیگه هم از در قسمت که صحبت کردین تطبیق قانون که در پالوی از اینکه خود مردم ما یا کسایی که در قسمت اداری مسئولیت هایی دارن متوجه باشن و مسئولیت احساس کنن فکر میکنم دولت هم رول خود داره تطبیق قانون مثلا وقتی که ما در امریکا زندگی میکنیم یا اروپا زندگی میکنیم میبینیم که قانون تطبیق میکنن یعنی قانون از تطبیق میکنن نمیتونین که اگر یک کار نادرست میشه و طبق قانون اما مجازاتش میبینن متاسفانه که در افغانستان قانون است اما تطبیق نمیشه مثلا اگر راننده هست به هر طرف که خواست میره دیگه تطبیق نمیشه اینجا چقدر یعنی ما که وقتی که میخواییم یعنی که سیستم کاری امریکا تا افغانستان فرق داره این حال شما داره. که میفهمم که شما رول سیاسی ندارین اما فکر میکنم که در قسمت ازی که موفق باشین در قسمت امی پلان های اقتصادی که شما دارین حتما باید قانون تطبیق شوه و از طرف دولت و از طرف مردم نظر شما در این قسمت چیست چگونه میتونن قانون یعنی تطبیق کنن دولت طور شما فرمودین قوانینی که در افغانستان وضع شده تا اندازه زیاد قوانین خوبه بوده مشکل ما تطبیق قانون بوده مشکل زیاده که دیگه داشتیم در این 13 سال گذشته یک تعداد زیاده خصوصا کسایی که با قدرت بودن خود امتیازات بسیار عجیبی خواستن و پالیش خود تا اندازه بالاتر از قانون احساس کردن تا جایی که دولت وحدت ملی تانسته و در صحبتهایی که جناب رئیس دولت و هم محترم رئیس اجرایی در صحبتهایی که داشته موضوعات زیادتر ذکر کردن که در قسمت تطبیق قانون که اساس و قدم اول آوردن دموکراسی احترام به قانون تطبیق قانون است در این بسیار ذکر شده البته امید است که وضع بهتر شده بره و تا جایی که و هر قدر که یک تعداد که به طرف قانون کسایی که مخالفین هستن اگر یک تعداد مثل کابل بانک و اینا به مجازات خود میرسه امید است که بتانه عبرت به یک تعداد دیگه شد البته این موضوع چیزی نیست که در یک روز دو روز یک سال دو سال میتانه شد و چرا تا اگه اندازه برای یک تعداد عضو بکل پارت کلتور شده و اینمی بله. تا از پارت اینمی تا ایست های سنبره و البته این است که تنها در افغانستان این مزله را داشته اگه ما به تاریخ میبینیم سنگاپوری که در سالهای 1950 بود به می شرایط بود فرزن کوریای شمالی کوریای جنوبی در 1960-1965 به می حالت بود اما می بینه که امروز کوریای جنوبی هفتمین اقتصاد دنیا است یعنی به او شک البته این مشکلات داره کشورهای دیگه که تانستن رهبری خوب داشته باشن و هم دلسوزی مردم و پرکاری مردم با پلانهای مثبت دولت میتونه در یک دوره بتونه که شرایط بسیار تغییر امیدوار هستیم شما از مردم چی از در این مورد به خاطر از اینکه بعضی ها به تفاوت هستند در حساب کار اقتصادی و یا میگه که هرچی که دولت شد دیگه اما قسم خب چی توقع دارین از مردم که باید همکاری کنن با شما که بتونن زیر بنای اقتصادی افغانستان رشد کنه و در مرحله برسه که چون قرار که همکار عزیزم گفت که سیستم اداری امریکا تا افغانستان تفاوت کلی داره در اونجا زورگویی و زورآزمایی است ولی در اینجا قانون تطبیق میشه برسد اینا توقع چی میره؟ توقع همی میره که تمام همشهری های عزیز و تمام افغان ها تا به این نتیجه نرسن که اگر ما خود ما به افغانستان دلسوزی نداشته باشیم چرا از یک بیگانه و یک خارجی یا کمکی توقع را داشته باشیم یگانه کسی که هیچ دولت هیچ ملت را یک خارجی ها آباد نساخته بانش خود مردم خودش از عرق جبین و از فعالیت های خود مردم محترم خود و جامعه بوده و افغان ها هم تا به این نتیجه نرسن
که اگر ما خود افغان هم اگر ما به خود کمک نکنیم. یعنی یک مثال سادهش خدمت شما ما لبنان هم میگم. فضل لبنان جنگ از جنگ های داخلی که در سال 1975 شروع شد تا تقریبا 25 سال به می حالت بودن تا بالاخره به می نتیجه رسیدن که نه سوریه به درد می خوره و نه عربستان و اسرائیل یا دیگه. تمام لبنانی ها با وجوده که به اقوام مختلف ادیان و مذاهب مختلف هستن اینا با هم یک جا شدن و شرایط خود بهتر ساختن. دیگه در افغانستان هم تمامی احساس قوی تر نشه. البته من جای خوشی رو میبینم یک تعداد جوان هم یک از سفرهای گذشته یک با 30 فارغ التحصیل جوان افغان که از ژاپن فارغ التحصیل شده بودن صحبت کردم. بسیار خوش شدم. نوید بسیار نیکی با ما میداد. جوانه های ما فال خدا بسیار هم موفق و هم تحصیل بسیار خوب کردن. برای از اینا امکانات باشه که نه تنها از دولت به اینا کار پیدا کنن. مسافتر کارهای خود میتونن از کارهای زمینه شکل شد که خود اینا کارهای بتانن شروع کنن که نه تنها برای خود و هم برای جامعه خود و سر خدمت شوند و بتانن کاریابی و زمینه تولید کار زیادتر شد. طوری که جناب رئیس دولت گفته که ما چی رقم میتونیم به شکل در حدود 1 میلیون کار در افغانستان و یک تعداد زیادی کارها در قسمت میتونه که در قسمت زراعت باشه، در قسمت مالداری، در قسمت صنایع خفیفه و غیره. ما در این سفر پیشتر که داشتم یکی از نندارتون‌های صنایعی که در افغانستان میشن بسیار بسیار امید نیک میدونم. مثلا در افغانستان از کیبل‌های برق گرفته تا ترانسفورمرها تا بسیار مواد دیگه برقی را میسازن تا بسیار از دیگه های کمپانی‌های کیمیایی، کمپانی‌های مختلف غذا و کانسر و اینا بسیار پیش رفتن. البته این کمپین باز موضوع زیر بنامه که اگر ما خط ریل درست نداشته باشیم، موضوعات برق درست نباشه، بندرهای خشک نباشه که ما نتانیم تولیدات افغانستان به خارج باریم و هم از واردات افغانستان ما کم بسازیم، شرایط عمومی مردم ما بهتر شده نمیتونه. خب بیاین که بعد از یک وقفه باز هم با بیننده‌ی عزیز میباشیم. برگشتیم بعد از وقفه با شما هستیم بیننده‌ی عزیز. حرفای دکتر سید قیومی امیدوار کننده بر همه ما است و بر کل مردم افغانستان است، ولی در مملکتی که فعلا خانما را آتش میزنن و تلویزیون آتش میزنن که گویا یکی از نمای شیطانی در افغانستان است و به او شکل که اقدر به علم و ببخشن که اگه من این افوار رو میزنم به خاطر است که کسایی است که در فیسبوک دیده شده و چیزهایی است که به چشم سر مشاهده کردیم، چطور میتونه که او تو یک مملکت ما تغییر بتیم به او تغییر بیاریم. خب هر صورت من میایم سر سوال دیگه که آیا دکتر صاحب وقتی که شما این وظیفه که واقعا شما محبوبیت حاصل کردین و کارتان بسیار عالیست و سهولت از براتان در اینجا که حداقل صبحانه اینجا میخیزیم به واک میکنین بیرون نبرن کرده کردیم گلاب که از پیش خانه تان که نیاز نیست که به این چیزای آزادی که در امریکا دارین برین اینجا مقید شوین به یک شرایطی که با واقعا باید که شب روز دیگه در یک دفتر باشین یا اتاق باشین که نزدیک باشین به خاطر از اینکه شرایط افغانستان در او حالت نیست که شما زندگی که مثل در امریکاست. ما میخواستم که همین قبول بگیم که آیا واکنش همکارایتان و دانشجویان در این مورد چی بود در امریکا که ترک وظیفه کردین؟ البته یک تعداد از دوستایی که میشناختم متاثر شدن و بازم وقتی که باشان صحبت کردیم که دلیل و انگیزه ما دیدن با ما هم نظر بودن و خوشی نشان دادن که با وجود
وطن امتیازاتی که در اینجا داشتیم به آرامی و از هر نگاه پال خداوند خصوصا در ثروتمندترین کشور در ثروتمندترین ایالت و در ثروتمندترین منطقه کالیفرنیا که سنوزه در سلیکون ولی در یونیورسیتی بودیم. بازم در اگر در این شرایط یک کار بتونم به افغانستان بکنم، او یک پیش ما بسیار ارزش زیاد داره، با وجودی که مشکلاتی که می داشته باشادم، با وجودی که از قیوداتی که در اوجا می باشه، باز هم اون پیش ما بسیار با ارزش است که چون خود فضا خداوند یک شرایط اقتصادی در های شرایط علمی می بینم که فرصتی رو برما می تانه که به افغانستان کنم کار کرده بتانم. یعنی با وجود از این مشکلات و با وجود این دوری دوستا و اینا اگر او را بتانم قابل یک مؤثر واقع شام، اینه می خودش به شما از لابلای حرفای شما اعتماد می گیرم که کار شما کار قلبی و کار احساستان از نه داشتن یا جمع آورن سرمایه. پول سرمایه و همچنان نام و نشان. خب استاد در اینجا نام و نشان در بین معارف امریکا گرفتن که بسیار مشکل است، فکر نکنم که دیگه پشت نام و نشان رو جبرین. مهم است اگر یک کار برای مردم بیچاره افغانستان شده باتن، اگر در قسمت تحصیلات عالی افغانستان خصوصا بر قسمت طبقی اوناس در افغانستان کدام انسان مسیر خدمت شده بتانه، اگر در قسمت زیربناهای مختلف در آوردن های تکنولوژی های مختلف در قسمت موضوعات شبکه برق یا شبکه تکنولوژی و انفورمیشن تکنولوژی یا هر کدام از این کدام مسیر خدمت شده آدم میتانه، این پیش ما بسیار قابل قدر است که بتانه و امور از خداوند جای شکر امتنان دارم که بتانم همین فرصت برام. خب شما از معارف گفتین که فکر میکنم تجارب شما در معارف دارین واقعا قابل دید است و قابل یادآور است و ما ایر باز فکر میکنم که افغانستان از قسمت در قسمت بی سوادی بسیار واقعا میسوزه سال هاست، اتا نیست که این شرایط در یعنی سال هاست که امی موضوع هست. شما آیا در این باره کدام فکر کردین؟ برازی که وقتی که یک جامعه از سواد غنی نباشه یا برخوردار نباشه، امو توقعی که شما دارین یا ما داریم یا مردم داره دولت داره بسیار مشکل است که نای درک داشته باشن. فکر میکنم امو تا که زیربنای افغانستان بر اقتصاد افغانستان مهم است، سواد در مجموع بر مردم افغانستان مهم است یا بر هر کشور که باشه مهم است که همون درک و احساس را داشته باشن که بگیرن. شما چی فکر دارین؟ چی پلان دارین؟ چی نظر دارین؟ در پلانایی که جناب رئیس دولت به ما فرمودن در قسمت های تحصیلات عالی و در قسمت بالا بردن سطح علمی تحصیلات عالی افغانستان در این موضوع هم پلانایی داریم. در این قسمت برای 5 سال آینده بانک جهانی بین 50 تا 100 میلیون دلار اختصاص داده و آرزوی ما ایست که بتانیم پلان های پیگیری شده بتانه که اول سطح ارتقای سطح علمی و استادا امکانات که تعداد استادا فاکولته زیاد شد، چرا طوری که شما میفهمین اضافه تر از تقریبا 85% استادهایی که در واقعی 80% استادهای پانتونهای افغانستان تنها لسانس دارن و بعد از اون یک 15 تا 18% استادهایی هستن که تنها ماستری دارن و در تمام پانتونهای افغانستان کمتر از 150 استاد است که دکترا داره. از طبقه اوناستنا 8 نفر دکترا داره در تمام 25 در تمام در 29 پوانتونی که افغانستان داره. در اگر ما بتونیم تغییری بریم خصوصا در آوردن تکنولوژی و سیستم های جدیدی که ما سطح با بالا بردن سطح علمی شاگرد هاشه که اینا در تنها فردن است از فعلا از پانتونه افغانستان محصلین که
فارغ تحصیل میشن شرایط کار برای اونا مشکل است، برای ازی که چون سیستمای درسی که دارن بسیار به شکل فعلی نیست و اون اوست که یک تعداد زیاد جوانهای ما فامیلا مجبور میشن که به مراکز شخصی که در این چند سال گذشته مراجعه کنن، پول هنگفت بگذارن بدن و هم تا جای شرایط مدارکی که میگیرن صحیح معلوم نیست که تا چی اندازه مدار اعتبار است و تا چی اندازه اونا تحصیل میگیرن. اگر ما بتانیم کمی 29 پوانتون افغانستان ما تقویه شده بتانه و پروگرام های درسی از اینا با ضرورات افغانستان تطابق داشته باشه، فکر کنم که با اقتصاد افغانستان میتونه که نقش بسیار مثبت داشته باشه. امیدوار هستیم. خب استاد در اخیر برنامه هستیم. سوالات جالب شده میره. سپاسگزار هستیم که وقت تان به برنامه فانوس دادین. پیام شما به مردم شما چی در ایالات متحده آمریکا و چی در کشور و چی کسی که میبینه و مشنوه برنامه را چی است؟ پیام بینندگان عزیز است که افغانستان از ماست و ما از افغانستان هستیم. تا جایی که میتونیم به شرایط ما شکل است که میتونیم به افغانستان یک مسیر خدمت باشیم، ولا در بیرون افغانستان هستیم یا داخل افغانستان هستیم، افغانستان با ما ضرورت داره و از کسی دیگه توقع را نداشته باشیم که افغانستان آباد میسازه. تنها افغان ها میتونه افغانستان آباد بسازه. امید زیاد داریم. کشور تاریخی که در این 5000 سال گذشته نشیب و فراز زیاد را دیده، تاریخی بسیار درخشان داشتیم، روزهای بسیار نیک افغانستان داشته، با کمک و با جوانهای افغان با سعی مزید افغان ها میتونه باز همو تاریخ گذشته به اون شکلی که در گذشته ها افغانستان در کنار خط ابریشم یک کشور بسیار غنی بوده، یک کشوری که از نگاه فرهنگ، از نگاه ادبیات، از نگاه تمدن یک کشور بسیار غنی بوده، در آینده هم باز هم نقش خود در منطقه بگیره و یک رول کلیدی در آسیای مرکزی بتونه بازی کنه. انشاءالله. همه حرفا امیدوار کننده است و باز هم یک امید دیگر ما بستیم که دکتر صاحب قیومی برای احیای یک جامعه نوین و خوب و پیشرفته قدم میگذارن و یک مژده خوب از طریق برنامه فانوس است که امیدوار هستیم سوالات کسانی که در فیسبوک و شبکه های دیگه مطرح کرده بودن قناعت بخش برشان بوده باشه و در همینجا شما رو به خداوند کریم و رحیم سپاریم. شب روزتان بخیر تا برنامه آینده. و همچنان ما از یا همه همکاران فانوس از میستیکال استودیو سعید انصاری سپاسگزار هستیم که در نشر و ثبت این برنامه نقش بسزایی دارن و از عنایت انصاری سپاسگزار هستیم و همچنان از ناجیا کریم قیومی سپاسگزار هستیم که لطف کردن با صحبانه بسیار بامزه صحبتهای ما را انرژی بخشیدن. با امید سعادت هر کدام شما، با امید افغانستان سربلند و آزاد، همه شما را به خداوند می سپارم. موفق باشید.